بعد در همین ارتباط حجات فدایی متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور همراه ما هستن. آقای فدایی، استفاده سپاه از هوش مصنوعی تا چه میزان پیچیده بوده به نظر شما؟ از کم و کیف اون دقیقاً چه میدونید؟ در گزارش که روز چهارشنبه مایکروسافت با همکاری اوپن ای آی منتشر کرده، ریز نحوه استفاده هر چهار کشور را از هوش مصنوعی توضیح داده. نوع استفاده خیلی پیچیده نیست، به خاطر اینکه هنوز AI که کاملا به اون درجه رسیده باشه که بشه این گونه سوء استفاده را ازش کرد در دسترس عموم قرار نگرفته، فعلا در مرحله ابتدایی. در گزارش هم اتفاقا همین قید شده و در گزارش قید شده که مثلا در چین گروه آکواپاندا برای سرقت اطلاعات فنی و صنعتی و دانشگاهی ازش استفاده میکنن و سپاه پاسداران ایران در دو قسمت از این استفاده میکنه. یک قسمت در تولید نرم افزارهای جدید هست که از این استفاده میکنه و دوم در شناسایی افراد معترض بر اساس روند فعالیتشون در شبکه‌های مجازی. یعنی این استفاده رو میکنه تا بتونه معترضان رژیم رو در شبکه‌های مجازی شناسایی کنه. این در گزارش کامل قید شده. آقای فدایی، یکی از مقامات مایکروسافت گفته که ما نمیخوایم که این فناوری توسط عواملی که تهدید به حساب بیان مورد استفاده قرار بگیره. آیا اصولا این امکان وجود داره که بخشی از استفاده کنندگان رو محدود بکنه؟ بله، نه تنها این مقام مایکروسافت، بلکه خانم جین استرلی هم شدیداً تاکید کرد. ایشون هد آف دایرکتور هستن در سازمان امنیت فضای مجازی آمریکا. ایشون شدیداً تاکید کردن که ما الان دو مشکل بزرگ در دنیا داریم، یکیش هوش مصنوعی و دیگریش چینه و اگر اینها با هم تلفیق شن میتونن ضررهای بزرگی بزنن. پس ما باید در انتشار نسخه های بعدی و در آپدیت های بعدی و وقتی که پیشرفت میکنیم در این زمینه مواظب باشیم تا مبادا چیزی که میخوایم ازش استفاده کنیم برای گسترش دموکراسی، برای کنترل رفتار مناسب کاربران در فضای مجازی به سلاحی تبدیل بشه، تا حکومت هایی که این گونه ازش میخوان استفاده کنن بتونن به راحتی ازش استفاده کنن و صدای معترضین رو خفه کنن. این رو خانم جین استرلی خیلی کامل گفتن و الان هم در حال رگوله کردن قوانینی هستن که در آینده کمپانی هایی که روی این قضیه کار میکنن خیلی خیلی بیشتر دقت کنن در نحوه استفاده از محصولی که تولید میکنن و به محض اینکه دیدن این محصول داره عملی انجام میده، داره اطلاعاتی جمع میکنه که برخلاف قوانین بین المللی یا برخلاف قوانین دموکراتیک هست، شدیداً واکنش نشون بده و خودش بتونه به صورت اتوماتیک ادامه فعالیت های اینچنینی رو متوقف کنه. بله، سپاس از شما حجت فدایی متخصص امنیت اینترنت و شبکه که از ونکوور همراه ما بودید.